خوش اومدید به تحلیل اوشینوکو فصل دوم قسمت اول و دوم سابسکرایب و لایک نره به هیچ وجه اسپویل از مانگا نکنید بنده انیمه هستم بریم که بدون معطل شروع کنیم میتونم اوشینوکو رو به این شکل صداش کنیم که کلاس درسی است برای مخاطب برای فنها که فن بهتری باشن و مخاطب بهتری باشن وقتی که نگاه میکنیم به مثال میذارم جو کایسن فصل دوم و مخاطب هایی که با اینکه اثر خوبی رو داشتن تماشا میکردن شروع میکنن به خیلی از جاها که فوق العاده اجرا شده تخریب کردن و ریختن سر انیماتورهاش یا اتفاقاتی که برای آیدل های مختلف میفته و به اون شکلی که تخریب میشن خب اینا همه دلایلی هستن که نیاز میشه به وجود چنین اثر اثری که میره درون صنعت و وارد اون بحث صنعت اینترتینمنت و سرگرمی میشه و به ما بخش های ریزیش رو نشون میده که اینکه شما یک اثری رو میبینید و ازش دارید لذت میبرید چقدر آدم های مختلف پشتش کار کردن بعضا آدم های مثل اون اسکریپت رایترمون که توی قسمت دوم بودش که به راحتی میتونن هستشن دیده نشن و برن توی در و دیوار آدم هایی که با اینکه اسمشون انقدر دیده نمیشه ولی زحمت شدیدن زیادی دارن میکشن جدا از اون نگاه که بکنید ببینید که این بحث ژاپنی ها این تو قشنگ مشخصه حالا هم ژاپنی ها هم کره ها بلند دوستانی که روی این سرگرمی دارن کار میکنن باز ژاپنی یه مقدار بیشتر این قضیه دیدنش دوشون در واقع این قضیه بیشتره که طرف انیماتور جوجوتسو کایسن بوده و اومده اون همه اپیزودهای خوشگل کار کرده حالا مشخصا یک جایی انقدر ناراحت میشه از بحث این <تصفح> تخریب شدنش توسط دوستان فن که میاد برمیگرده میگه میگه بابا کاش من زنده نبودم یا اعتراض میکنه به این وضعیتی که داره و نکته مهمش میدونید چیه به این دقت نمیکنه که من یه کار تر تمیز زیبا رو دادم بیرون به این فکر میکنه که مخاطب راضی نبوده و من مقصرم و من اشتباه کردم نکته مهمش هم میدونید چیه چرا اول از همه این اتفاقم هم براشون میفته چون نگاه میکنه میگه که اوکی من در یک تایم محدودی اومدم یک چیزی رو اجرا کردم و من میتونستم از این چیزی که اجرا کردم بهتر باشه در واقع خروجی. اینکه همون چیزی هم که خروجی داده در اون زمان بسیار فوق العاده ولی از این بهتر هم چون میتونسته باشه اون باعث میشه که یقه خودش رو بگیره و بگه من افتضاح در صورتی که همچین چیزی نبوده این اتفاق دقیقا تو این اثر هم داره نشون داده میشه اسکریپت رایتر عزیز ما این شکلی که من واقعا بهترین تلاشمو کردم من واقعا نخوابیدم من سردرد شدم و فلان تپ کردم و این داستانا بر سر اینکه اینقدر داشتم کار میکردم و هر موقعی که به من میگفتن که اوکی دوباره تجدید نظر و فلان این داستانا من بلند می شدم کار میکردم و میخواستم که بحث ددلاینه برسونم ددلاین توی بحث در واقع خیلی بحث مهمیه توی کار و اینه که شما باید برسون باید برسونی حالا مثلا میگم تو یه ماه وقت داری کاره میشه یه هفته جمع کرد کلش میخوای اصلا استراحت کنی یه هفته آخر این کارو انجام بده فرقی نمیکنه همچنان تو اون ددلاینه وقتی وسطه باید برسون حالا میخوای زودتر انجام بده دیرتر انجام بده باید رسیده باشه و این دوستمون هم نشون میده دقیقا که چقدر داره سختی میکشه ما اون وسط خود مخاطبم هستش ما داریم ریز میبینیمش واقعا اینجوریم که نویسنده که شخص دیگری است خب ولی اشارات جالبی اون دوستمون میکنه میخواد نشون بده که چقدر این کار مهمه ولی دیده نمیشه اینکه بعد در نظر بگیره چه میدونم اون آژانس ها چی میگن بحث چه م... هزار تا چیز مختلف کاراکترها بیشتر ظاهر بشن خیلی مسائل این شکلیو میاد اشاره میکنه که اینها رو باید ذکر کنه تو اون که داره مینویسه از اون سمت قصه یه قصه بزرگی است و تایمی که قرار رو استیج بره تایم محدود خب اینها همه چالش هایی هستش که برای این شخص وجود داره از اون ور تمام شخصیت ها حفظ بشن اون کاراکتر هایی که دارن نداشته باشن و کوچکترین تفاوتی ببینه چی اتفاقی میفته اون اوریجینال کریئتوری که میبینیم میاد یقش رو بگیره که میگه داری چه غلطی میکنه این چی تحویل من میدیم. حالا نکته مهم آیا ما الان باید برگردیم بگیم اون اوریجینال کریئتوره یا در واقع مانگا کامون برای مثال مقصر اونه اون آدم بدیه نه اون رو هم نمیتونید گیر بدید چرا اون قصه که نوشته اثری که خلق میکنه مثل فرزندش میمونه اون یک خالقه تو نمیتونی قبول کنی که به فرزنده تغییر بده یه شخصیت دیگه ازش بسازه چون دلسوز اون قصه هستی از اون بر نشون میده که این دوستمون چقدر داره زجر میکشه کنار آشغالا داره زندگی میکنه یک اشاره ریز داره میبینید که داره دو تایم مسواک میزنه چرا این کار رو انجام میده چون تایمش محدوده چون میخواد زودتر انجام بده زندگیش رو به این شکل داره میگذرونه عجیب دیده میشه ولی خب حقیقت دردناکی تو بحث بازیگرا که وارد میشیم اینا هم باز اشارات جالب داره بازیگرهایی که مدام باید تمرین کنن و در واقع با چهار تا خط خودشون رو وقف بدن و تبدیل بشن به اون کاراکتری که نوشته شده بعد اونها هم باز چالش دیگه دارن میخوام بیشتر درک کنن که شخصیت چیه و یف اسکریب رایتره میاد اینجوری میکنه واسه اون بحث زمانی و فلانی داستان داستانا ما کاراکتر رو به این شکل تغییر دادیم و انقدر قابل فهم نیست دیگه یه ذره از بین رفته اون قابل فهم بودنه خب ببین اون بازیگره واقعا مغزش منفجر میشه میگه خب من الان ندارم سورس درست که بخوام یاد بگیرم این کرکتر رو بعد میشه اینکه ای وای میاد اجرا میکنه رو اون استیج پلی و اینجوری میشه که اجرا بده و مخاطبا چه اتفاقی میفته گیر میدن به بازیگر و میگن تو بازیگر مزخرفی هست برای وایس اکتور هم این اتفاق افتاده دقیقا اثری که داره صحبت این رو میکنه که توجه کنید به این در واقع استفی که اصلا زمان زیادی میذارن زحمت زیادی میذارن کلی فشار روشونه کلی تصمیمات برمیگردن به یه سری آدمهای دیگه مقصر من بازیگر دقیقا بحث وایس اکتور انگلیسیش بود که خب یه اجرایی نچندان جالب داشتش در یک بخشی در فصل قبلی ملت اینجوری بودن که برو خودتو بکش بعد وایس اکتور وایس اکتور کدام کرکتره همین دختره که قصه ما که مرز خودکشی رفته بود ببینید روی اثری که همچین درسی رو داره مخاطبش میده مخاطبش رو همون اثر و همون کرکتره داره میاد به این شکل تخریبه رو انجام میده چقدر وحشتناکه خلاصه داشتم بحث بازیگرها رو میکردم از سره داره بعد یه قسمت دیگه هم داره که خیلی جالبه میاد نشون میده بحث بازیگرها رو صرفا اینکه شما یک بازیگر قدرتمند باشید نشون نمیده اینکه خروجی قرار زیبا باشه دخترک قصه قرمز ما رو میبینید که ما خب دیده بودیمش قبلا بازیگر قوی یا ولی تبدیل میشه به یک بازیگر مزخرفی که صرفا با بقیه که در واقع بازیگرهای خیلی افتضاحی هستن اون وسط داره میدرخشه داره زورش رو میزنه ولی اون در واقع ب... چی بهش میگن قدرت بازیگریش رو واقعا بکشه بیرون واسه اینکه آدمهایی که جلوش قرار گرفتن نمیشه باهاشون حس گرفت و تو هم ناخداگاه سقوط میکنی. همچنان به خاطر اون استعدادی که داری در اون بین و مهارتی که داری در اون بین میدرخشیا ها ولی باز هم یک بازیگر ضعیف با یک اثر ضعیف هست اینجا دقیقا داری مثلا نشون داده میشه دوباره یک بازیگر قوی جلوش قرار میگیره و اثر چقدر خوب این رو نشون میده جنون دو تا بازیگر خوب رو وا... واقعا به تصویر میکشن خون انگار میپاشه رو در و دیوار از سر شور و شوقی که اینها دارن ببینید اینا بعد نکته مهم اینه که اثره داره احساس میکنم فصل دوم قرار خیلی بهتر از فصل قبلی پیش بره فصل قبلی که یک شروع طوفانی هم مخصوصا داشتش و دقیقا هم جالبه این رنگ روی کدام کاراکتر ها میریزن آه. یا اون چهره های رو نشون میدن حالا بحث تصویر شد من اینجا اشاره کنم که چقدر تصویر اینجا خوشگل عمل کرده قسمت اول ما نشستیم داریم تا تئاتر دو بودیه رو خودمون میبینیم در بین بقیه آدم ها و اون حسه رو داریم میگیریم که وای واقعا ما تو تئاتریم الان یه حس باحال تاریکی هم که داره حالا میدونی جالبیش چیه اگر که من چون ریاکشن که داشتم اون قسمت رو میرفتم اگه اشتباه نکنم هوای زر تاریک بودش بعد دقیقا تو اون تئاترم میدونی اون حس تاریکی رو کامل دارم حس میکنم حالا یه اون ریگ مزاحم این وسطا ولی خلاصه قشنگ اون رو دارم میگیرم نور استفاده از رنگ خیلی مهم بوده تو این فصل خلاصه بگذریم خیلی خوب عمل کردن نکته های دیگه هم که میتونم بحثش اشاره بکنم حالا که و صحبت کردیم بحث موسیقی موسیقی یک اثری که خیلی اصرار داره روش ها. الان که خب رفته به این سمت که میخواد کلا صنعت سرگرمی و در واقع این سرگرمی صنعت انترتینمنت دیگه میخواد نشون بده خب رفته سمت و سوی دیگه هم رفته ولی خب فصل قبلی اصرار فراوان بر موسیقی بودش و اثری که اصرار فراوان به این شکل داره چه چیزی مهمه درش موسیقی خودش به چه شکلی پیش میره این فصل دقیقا همین قضیه رو خیلی درخشان بود توش موسیقی هاش فوق العاده موسیقی ها... حالا من تو از اشاره میکنم که میگم نگاه کنید این قسمت این حالت نمیدونم فلان رو این حس فلان رو چون دقیق یادم نمیاد نمیتونم اشاره کنم مستقیم منا. بری ریاکشن ریکشن همون ببینید تو اونجا اشاره کردم که میگن دین دین دینگ رو میبینید اون حس رو دقیقا داره منتقل میکنه و حالا بس این اشاره این شکلی رو کردم اوپنینگ اندینگ رو دیدین یا بودا چیکار دارم میکنن چرا بهتر از قبله حالا شاید خیلی ها این شکلی نباشه نگاهشون ولی از نظر من اوپنینگ قبلی رو ملت خوب خیلی دوست داشتن من اینجوری هم که اوکی خیلی باحاله ولی اوپنینگ این یکی رو خیلی بیشتر دوست دارم یا اندینگ این فصل رو خیلی بیشتر دوست دارم من تو فصل قبلی اندینگش رو خیلی دوست داشتم توی اینجا چند برابر با اوپنینگ اندینگ رو دوست دارم و نمیتونم از هم جداشون کنم جفتشون رو خیلی دوست دارم از اون سمتم بحث تصویری دوستان فصل خوشحال کننده ای در راه نداره خیلی اوپن اندینگ اذیت کننده و غم انگیزه نمیدونم قراره چیکار کنن و نکته مهم هم اینه که الان که آکوام قشنگ رفته تو دل اون قضیه از فصل سوم احتمالا احتمالاً اتفاق میفته چون این تو دو تا قسمتی که دیدیم من یه ذره ناراحت بودم بر سر اینکه ما انفجار مغز آکوا رو داشتیم توی فصل قبلی اصرار فراوان روی آکوا رو داشتیم که هی نشون میداد چقدر این کاراکتر باهوشه توی های مختلف هدف هایی که داره با بازیگری که انجام میده با اون هوش و ذکاوتش میاد یه کاری رو انجام میدی که مغز ما منفجر میشه ما این قضیه رو تو به اینجا ندیدیم تو این فصل و ما چون کاراکتر آکوا کاراکتر مثلا دوست داشتنی سر این هوشه شده واسه ما نیاز داریم که اون انفجاره و قدرتش رو ببینیم که چجوری جوری آدم‌های مختلف رو با مغزش به بازی میگیره و دقیقا به اون شکلی که میخواد عمل میکنه ما این رو نداشتیم که فصل یا فصل دقیقاً قسمت سوم که میاد قراره که حضور آکوا رو احتمال خیلی زیاد بیشتر ببینیم و شاید این درک کردنش تحلیل کردنش این ادراکی که به شرایط داره رو خیلی بیشتر ببینیمش حالا این نکته ای هم که باید اشاره کنم قسمت سوم رو من ریاکشنش رو ضبط میکنم ولی امروز نمیذارمش و در واقع امیدوارم این ویدیو تحلیلش هم امروز بذارم ولی نمیدونم و دلیلش برمیگرده به اینکه خروجی خوبی نداشت ریاکشن قبلی حالا مهم اینه که این تحلیل هم یه خروجی درست حسابی بگیره ریاکشن سر ممکنه باز هم بذارم با تاخیر ولی خب اینجوری هم که احتمالا آخرین ریاکشنش باشه چون خروجی واقعا تو دیوار بوده تا بگذریم قرار نیست خیلی فصل شادی باشه میگم اشارات مثلا اوپن این زیاده که خواهر و برادر شدیدا درگیرن با همسر این چیزی که داریم میبینیم و در واقع خیلی در عمق مثل اینکه فاجعه دارن فرو میرن حالا نکته ای که داره ما خواهر رو تا الان ندیدیم درست این خیلی مهمه خواهر رو قرار کجا ببینیم خیلی میتونه جالب بشه خلاصه برگردیم به همون ماهیتی که در واقع اثر داره به ما درس میده که میبینیم که اون بحث مانگا بود که صحبت کردم گفتم چقدر اینها درگیرن و فلان و اینجور داستانا اون و آدم هایی که این وسط دارن کار میکنن رو هم نشون میده امیدوارم ادیتور و فلان و ساب ادیتور و فلان همه اینا رو داره نشون میده منیجر فلان و ساب در واقع اسکریپت رایتر و فلان اینا رو داره نشون میده که خیلی موقعات ها بس این که خود مانگاکا نمیتونه مستقیم با اون طرف ارتباط داشته باشه میرسه به اینکه حرف درست نمیرسه مثل اون قضیه بود دیگه یارو میاد اینجوری میکنه برمیگرده میگه که حالا یارو خیلی درست نیستن که الان ببخشید ولی بله خب اینجوریه که این صحبتایی که کرده خیلی خشم توشه من این ما رو باید کات کنم و خب <applause> ببینید چقدر خراب میکنه قضیه رو همین کار متن عوض کردن همه چیز رو خراب میکنه و این حرفه هی میچرخه و کلا عوض میشه بعد یه دفعه میرسه نهایتا به این دوستمون که مانگاکا و تصمیم میگیره و میگه که اوکی من نیاز به اسکریپت رایتر ندارم خودم انجامش میدم اینجوریه که آقا یعنی چی خودم انجامش میدم و اینجوری که پولم نمیخوام من انجامش میدم بذار اسم طرفم باشه اینقدر دلسوز اثرش اما یه نکته دیگه هم داره ایشون متخصص نیست ممکنه اون بحث درگیری و انفجار ذهنش رو داره. داشته باشیم که نمیتونه واقعا تو تایم محدوده و اون چیزی که میخواد رو بچپونه چه اتفاقی میفته دوستان کار بیشتر خراب میشه و ایشون که متخصص این کار نیستش بیشتر خراب کنه از اونورم ممکنه از اونجایی که دلسوزه و خب خودش داره روی این قضیه کار میکنه واقعا بتونه اون چیزها و اون ماهیت های اصلی که میخواد رو تو اون تایم محدودم بچپونه این هم ممکنه وجود داشته باشه حالا من همه صحبت کردم بحث این که اثر میخواد به ما یاد بده که ارزش داره این کارهایی که شما دارید خروجی میبینید چه بد چه خوب باشه و واقعیت اینه که اهمیت بدیم به این دوستان و سریع اگر چیز خوبی هم اومده بیرون نرید شروع کنید به تخریب کردن اثر تخریب کردن طرف جوجوتسو کایسن خیلی مثال خوبی است واقعا چقدر این اتفاق افتاده واسش یه آرت خاصی اومدن استفاده کردن مخاطبه چون دانشش رو نداشته شروع کرده تخریب اثر به خاطر اینکه اینجا چرا سا سایه گذاری نشد خب مسئله مهم داره اون سایه گذاری دیگه اتفاق نمیفته واسه اینکه میخوان اون حس طرف و کراکتر رو بیشتر با اون ماهیت سایه وجود نداره تمرکز رو این قضیه بیشتر میشه حس رو بیشتر میخواد القا بکنه توسط چهره و حالا ماهیت هایی که هستش حالا بگذره بماند که واقعا در زمان هم خیلی موقع تاثیرگذار اون سایه نگذاشتن ها خیلی آثار من این کار رو انجام میدن و بر سر اینکه واقعا ضعیفن مثالش تاور فصل 1 حالا بگذریم و خلاصه سر جور کایسن اتفاقات میفته و سر میگم خیلی موقع بحث دانشه هستش و اون بندگان خدا این شکلی که باز خودشون رو تخریب میکنن این خیلی ناراحت کننده است همش به خودشون دائم شک میکنن این اسکریپت رایتر هم میبینیم اینجوری که ای بابا من بهترین تلاشم رو کردم دیگه واقعا من بیشتر از این نمیتونستم دیگه من بدم و اینجوری که مهم نیست آقا اسم من رو نذارید من واقعا کاری نکردم ببینید چقدر ناراحت کننده هستش حالا نکته مهم چیه اگر اثری ایراد حالا نداشتش ما نباید بهش اشاره کنیم نه همچنان چیزی که بده, بده بده چیزی هم که خوبه خوبه ولی نکته مهم اگر بد بود تو بدیشو گفتی خوب خوبی بگو این هم بسیار نکته مهمی خلاصه اثر واسه من همچنان اثر خیلی جذابی میشه و این ماهیت در واقع ورود به صنعت و ریز شدن و بیشتر رفتن توشو خیلی بیشتر دارن نشون میدن این خیلی منو خوشحال میکنه و امیدوارم که مخاطب ها هم واقعا اونهایی که الکی میان یه هیتی میدن الکی صرفا دوست دارن اون انیماتور و دوستانی که هستن روی اثر رو تخریب کنن یه ذره فکر کنم به کارشون من بس اینه که خیلی موقع ایرادم گرفتم از جوجوتسو کایتسن ممکنه بحث آرت و فلان و نمیم. کار انیماتورها خیلی ایراد گرفته باشم ولی هیچ وقتم نگفتم که انیماتوره بد بوده همیشه گفتم مپا چرا جا و زمان به این دوستان نده. همیشه درگیر این قضیه بودم که میگفتم اینها شاهکار دارن خلق میکنن نسبت به این تایم میتونید دیگه تحلیل های من رو ببینید دیگه واقعا اومدم منطقی ترین حالت ممکن و صادقانه ترین حالت ممکن بررسی کردم هیچ وقت نیومدن فنتوری در واقع چیز کنم اثر رو بررسی کنم یا برگردم به صورت یک هیتر بررسیش کنم همیشه منطقی عمل کردم و منصف بودم واقعا نامردی اگه کسی بگه منصف نبود چون اگر ببین اگر می مادم همیشه تعریف میکردم اثر یا خوردش فقط میکردم جفتشون رو میتونستم جذب کنم دیگه آدم هایی که مستقیما بدون فکر یک اثر رو میپرسن آدم هایی که مستقیما و بدون فکر یک اثر رو تخریب میکنن جفتشون یک قشر بزرگن و میومدن مخاطب من میشدن من این وسط برد میکردم ولی من همیشه ترجیح دادم که منصف باشم جفت طرف رو میتونم ناراحت بکنم همچنان دیگه خلاص سابسکرایب لایک کامنت نره و اثر رو تماشا کنید و لذت ببرید امیدوارم که حالا ویو مناسب رو بگیره این ویدیو تحلیل ها ادامه دار بشه حداقل اگر ریاکشن ادامه دار نشده. این بود از این ویدیو و خدافظه شما